بینندگان گرامی تلویزیون راهکارگر، من نگار محسنی هستم. با بهترین درودها و تبریکات به شما به مناسبت سال جدید و آرزوی پیروزی برای پیکار مردم ایران، برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. برنامه امروز ما به مقاومت زنان در زندانهای جمهوری اسلامی اختصاص داره. در بخش اول این برنامه گفتگوی من با رفیق فرخنده از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، فعال عرصه زنان و کارگری رو مشاهده خواهید کرد. بخش دوم برنامه امروز اختصاص داره به گفتاری از رفیق مژده اورسی از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی درباره زنان و زندان. به مناسبت بزرگداشت 8 مارس روز جهانی امسال که رفیق مژده برای کمیته مستقل یادمان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 و تابستان 67 واشنگتن دی سی تهیه کرده. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر، با سلام و درودهای گرم و تبریک سال نو و فرارسیدن بهار آرزو میکنم که امسال سال موفقیت و پیروزی برای مردم ایران و همچنین مردم جهان باشه. در برنامه امروز گفتگویی داریم با رفیق فرخنده. رفیق فرخنده از فعالین یادمان زندانیان سیاسیه که سالهای متمادی در افشای کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. در مجموعه گفتگوهای زندان ویژه زندانیان سیاسی زن که توسط گفتگوهای زندان منتشر شده، 6 مقاله از این رفیق منتشر شده. رفیق فرخنده همچنین از علاقمندان به جنبش کارگری ایران بوده و در این عرصه نیز کارهایی از این رفیق منتشر شده. رفیق فرخنده عزیز، به برنامه امروز ما خوش اومدید. سپاس از این که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. ممنون، تشکر میکنم. منم تغییر سال اومدن بهار رو به شما و به مردم ایران، به همه کسانی که منتظر یک تغییری مثل تغییر در طبیعت در ایران هستند تبریک میگم و امیدوارم که در این سال مردم، یعنی همه نیروهایی که در حال مبارزه هستن، بخشای مختلف کارگری، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، کارگرها، کارگرای بهداشت، کارگرای شهری، کارگرای همه اینا بتونن حرفاشون رو با هم یکی بکنن و بر علیه این رژیم و این سیستمی که نمیذاره اینا درست حسابی زندگی کنن و اصلا زندگی کنن، بتونن با هم حرکت کنن و پیش برن. گفتگوی امروز ما اختصاص داره به وضعیت زندانیان زن سیاسی در ایران. میدونیم که در ایران کلن زندانیان سیاسی همیشه تحت فشارها، آزار و شکنجه زیادی هستند. ولی زندانیان سیاسی زن به دلیل نگاه متحجرانه رژیم و ویژگی‌های خاص شرایط زنان در ایران بسیار فاجعه بارتره. از شما میخوام که در این زمینه صحبتتون رو بکنیم. اول بگم که زندان البته مخصوص جمهوری اسلامی نیست، حتی خود سرمایه‌داری زندان رو ایجاد نکرده. زندان از شیوه های قبلی حاکم اقتصادی اومده، هم دوره فئودالیسم بوده هم دوره بردهداری بوده، ولی تو سرمایه‌داری اینو گرفتن، رنگ و روش رو عوض کردن و ترپوشش های جدیدی اینو ارائه دادن. یعنی سرمایه‌داری هر چیزی رو که مورد استفادهش میتونست باشه مورد استفاده قرار داد. در جایی این پوشش رو با پوشش مثلا ممکنه با دموکراسی یا آزادی چیز بکنن، پوشش بدن، و در کشورهایی که روبنای سیاسیشون مذهبی هستش پوشش مذهبی رو روی مسئله زندان میذارن. ولی به هر حال زندان یک پدیده‌ای هستش که همونطور که تو یکی از مقالاتی که در همین کتاب من آوردم، یه مسئله طبقاتی، قومی، جنسیتی و تاثیرش به این دلیل زنا
با توجه به این که تقریبا نصف جمعیت یک کشور رو، نصف جمعیت ایران رو تشکیل میدن، مسلما بر علیه سیاست هایی که هم زن ستیزانه هست، یعنی سیاست هایی که جنسیتی عمل میکنه، و هم سیاست هایی که کل جامعه رو زیر فشار قرار میده حرکت میکنن. و این رو ما در طی دوران جمهوری اسلامی دیدیم. اول خب خیلی گسترده تر بود، ما زندان هایی داشتیم که تو هر اتاقش 200 نفر زن و دختر یعنی توش بودن. حالا نسبتش کمتر شده، ولی خب تفاوت در این هستش که در اون سالها، یعنی در دهه 60 وقتی که ما زندان بودیم، زندان در حقیقت همون ابزار سرکوبی که ایزوله میکنه افراد رو از جامعه، اون وقت قشنگ این حالت رو داشت. چون اینترنت نبود و ما محدود بود، یک ماه در میون ما یه ملاقات داشتیم 15 دقیقه، به اضافه این که ماهی هم یه دونه نامه 7 سطری میتونستیم بنویسیم که کلی ممیزی میشد که چی نوشتیم چی ننوشتیم. به همین دلیل یعنی ویژگی زن بودن در جامعه در جامعه ایران یه بخشیش برمیگرده به مسئله مذهب و در حقیقت تبعیض قائل میشه بین زن و مرد. به طور مثال وقتی که ما تو زندان بودیم، همون شکنجه هایی رو که برای مردا به کار می‌بردن برای ما به کار می‌بردن، همون فشارهایی که بر اونا بود بر ما هم بود. ولی با این حال مثلا میگفتن خب اونا یه چیزی، اونا مردن، شما برای چی وارد مبارزه شدین؟ شما میباستی مثلا فکر میکردن و نظرشون اینه که زنا باید در آشپزخونه باشن، غذا درست کنن، بچه بیارن و نقش سنتی زن رو ایفا کنن. زن حق نداره در جامعه، در مسائل جامعه شرکت بکنه و معترض باشه و چیز باشه. به همین سبب این یعنی این دیدگاه متحجرانه اونها اونجا هم حتی زیر شکنجه هم خودش رو نشون میده. یعنی یه بخش تو شکنجه بیشتری میبینی برای اینکه چرا تو که زن هستی وارد این مسئله شدی. بنابراین این بخش جنسیتی زندان، برای اینکه دید یعنی در خیلی جا زن به عنوان جنس دوم درجه دو محسوب میشه و این حق این که از مقام جایگاه اجتماعی خودش بخواد به بالاتر بره نداره. اگر بالاتر بره تنبیه میشه. رفیق فرخنده، در صحبتتون اشاره کردید به ایزوله کردن زندانیان سیاسی یا به اصطلاح شکنجه سفید. با اینکه این در طبق قانون خود جمهوری اسلامی به نوعی ایزوله کردن و انفرادی به نوعی در واقع شکنجه محسوب میشه، ولی با این حال همیشه این روش یک شیوه بوده از طرف رژیم ها، همینطور به خصوص جمهوری اسلامی، برای فشار و شکستن زندانیان. میشه در لطفا نظرتون در رابطه با شکنجه سفید برای بینندگان ما توضیح بدید؟ من از تجربه خودم بگم، من خودم طی 7 سالی که زندان بودم، 2 سال و نیمش رو تو انفرادی بودم و آخرینش وقتی بود قبل از اینکه آزاد بشم 10 ماه تو انفرادی بودم. ولی هیچ گونه یعنی انقدر برنامه برای خودمون، یعنی من خودم میگم برنامه داشتم که صبح پا میشدم تا شب خودم وقت کم می آوردم. بنابراین اگر اونا حس می کردن که با انفرادی کردن میتونن منو بشکنن یا ما رو بشکنن، تصور اشتباهی بود. چنان همینطور بود که این همه طولانی مدت ها که افراد توی چیز بودن، انفرادی بودن، نشکستن. شکستن یک وجه دیگه ای داره، جای دیگه از که میشکنه. اگر اونجا در مغز، در اون جایی که آدم با آدم نیرو میده که چیکار باید بکنه چیکار نکنه، اونجا اگر شکسته بشه ادامه پیدا میکنه. من از اینا، از این چیزها هم دیدیم که چطوری در یه فاصله ای فردی که خوب حرکت میکرد، آدم مبارزی هم بود، شکست. و وقتی که شکست رفت تا آخر
جایی که میبایست میرفت. بنابراین بودن مثلا انفرادی کردن خاص این دوره نیست، بوده، طولانی مدت هم بوده و خود زندانی بایستی فکر کنم وقتی که وارد زندان میشه بدونه که در زندان همه اینا امکانش هست، میتونه انفرادی هست، شکنجه هست، ایزوله کردن هست، هزار چیزی دیگه. بله ولی مسلمه که نباید این کارا بشه. بله من خواستم دقیقا و ما اصلا نباید رجوع بکنیم به قوانین جمهوری اسلامی بگیم که گرچه که تو قانونشون هم هست اینا رعایت نمی کنن. قانون خودش اصلا بس ابزاریه که حکومت یک دولت بر علیه مردم دیگه اون رو سامان میده، این بخش هاش رو. بله دقیقا، یعنی منظور منم این نبود که در واقع میخوام بشه بدم به قانون جمهوری اسلامی، منظورم اینه که حتی چیزی رو که خودشون تصویب کردن، قانونی که خودشون گذاشتن، حتی تو تا اون حد هم حاضر نیستن حتی رعایت بکنن. منظور منم این بود. فکر خوانده من به هر حال همونطور که شما هم گفتید درسته، خب توانایی اشخاص به هر حال با هم متفاوته و هر کسی که وارد این راه میشه میدونه که چه چیزایی در انتظارشه، به خصوص که الان خب دیگه خیلی با توجه به مسئله تکنولوژی و اینترنت دیگه همه میدونن اون تو چی میگذره و چی در انتظارشونه. ولی به هر حال این تو ماهیت قضیه تغییر نمیده و اون شیبا همیشه در واقع مطمئنم کشت نظر شده. مسلمه ما که بیرون هستیم هم باید برای همه این موارد مبارزه بکنیم، خواهانه این بشیم که انفرادی نشن، خواهانه این بشیم که شکنجه قطع بشه، خواهانه این بشیم که اعدام ممنوع بشه، همه این چیزها رو ما خواهانش هستیم و براش مبارزه میکنیم، نه تنها برای اینا بلکه برای سرنگونی این رژیم و برای محو اون سیستمی که اجازه میده اینطوری عمل بشه. این کارو ما میکنیم ولی خب در اصل این واقعیت ها وجود داره تو این جوامع و دولت ها، پارلمان ها تصمیمایی که میگیرن برای حفظ خودشون و نظام و سیستمشونه. بله دقیقا، یعنی منظور منم این نبود که در واقع میخوام بشه بدم به قانون جمهوری اسلامی، منظورم اینه که حتی چیزی که خودشون تصویب کردن، قانونی که خودشون گذاشتن، حتی تو تا اون حد هم حاضر نیستن حتی رعایت بکنن. منظور منم این بود. فکر خوانده من به هر حال همونطور که شما هم گفتید درسته، خب توانایی اشخاص به هر حال با هم متفاوته و هر کسی که وارد این راه میشه میدونه که چه چیزایی در انتظارشه، به خصوص که الان خب دیگه خیلی با توجه به مسئله تکنولوژی و اینترنت دیگه همه میدونن اون تو چی میگذره و چی در انتظارشونه. ولی به هر حال این تو ماهیت قضیه تغییر نمیده. و مثلا من زندمی فعالان و کنشگران اجتماعی سیاسی و همشون در واقع میدونن چی در انتظارشون، همونطور که میبینیم مثلا بارها و بارها مثلا سفید قلیان که فعال مدنی و سیاسی بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بارها بازداشت شده، الانم که تبعیدش کردم فکر میکنم به بوشهر تبعید ولی کوتاه نمیاد و همچنان محکم و استوار استاده و مبارزش میکنه. یا همونطور زندانی های دیگه که سالهاست الان توی زندان هستن، مثل زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد، نسرین سلطان، آتنا به سطح ها زندگی. من الان خودم امروز نگاه می کردم بوده بیشتر از 50 تا اسم در آوردم و چقدر در سال 99 دستگیر شدن، یعنی سال 99 اینا رو بردن به زندان یا دستگیر جدید بودن یا برای اجرای حکم آوردنشون زندان. یعنی سال 99 سال دستگیری های فوق‌العاده بود و این هم کاملا مشخصه که به این دلیل هستش که اجتماع جامعه حرکت کرده، چون جامعه حرکت کرده رژیم به این طریق داره فشار رو بیشتر میکنه، هر کی یک کلام حرف بزنه بر علی برای حقوق خودش، برای حقوق دیگران، برای زندگی بهتر برای دیگران سریع امنیتی محسوب میشه، چون امنیت سرمایه، امنیت رژیم رو در خطر قرار میده. البته من دلم میخواد که حالا که صحبت از زندانی سیاسی میکنیم، زندانیان زن میکنیم، یه بخش دیگه ای از زنان رو وارد صحبتمون بکنیم، زنانی که تحت عنوان
زندانیان عادی محسوب میشن. اینا بیشترین الان بیشترین یعنی یه بخش مهمی از زندانیان کشور رو تشکیل میدن و همه اینا بر اساس دید من اینا رو نمیگیم زندانیان عادی، بلکه اینا زندانیان سیاست‌های رژیم هستن. سیاست‌هایی که اکثر این زنها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم میگن قاچاق بوده، دزدی بوده، همکاری بوده در دزدی، یا مثلا قتل بوده به خاطر دفاع از خود. خیلی ها یعنی این حق رو هم از زنها گرفتن که بخوان از مورد تجاوز قرار گرفتن در مقابلش بیستن و دفاع بکنن، چنان که دیدیم کسانی رو که اعدام کردن به خاطر استفاده از یعنی انجام این حق. همه اینا و وقتی هم نگاه میکنی، من گفتم مسئله زندان طبقاتی هستش، قومی هستش، جنسیتی هستش، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اکثریت قریب اتفاق زندانیان رو مردم کم درآمد، مردم فقیر، کارگرا و این قسمت یعنی همه 80% جامعه از درون اونها تشکیل میده. کسانی که کار پیدا نکردن، بیکار هستن، کسانی که نون ندارن به بچه هاشون برسونن، یه دی خودشونو میکشن، یه دی میرن، خلاصه میگن که این حق ماست که نون داشته باشیم، دزدی میکنن. حالا اینا میان نون دز رو میگیرن، روغن دز رو میگیرن، دستشون رو قطع میکنن، زندان میندازن. ولی یا بخشی هم هست به اسم قاچاقچی، اینا در حقیقت اینا قاچاقچی نیستن، اینا کسانی هستن که قاچاقچی های اصلی که در سطح بالا هستن و بخشن در داخل رژیم هستن، اینا رو به عنوان پادوهایشون، به عنوان کسانی که قاچاق رو دست مصرف کننده میرسونه استفاده میکنن، اینا دستگیر میشن، در زندان قرار میگیرن. این زنها همه جزء این گروه هستن، یعنی همشون یا بدهکارن یا فقیرن یا دزدی کردن یا از این برنامه ها. بنابراین یادی هم از اون بکنید که چطوری مسئله رو، مسئله زندان مسئله طبقاتی هستش. زنها اون وقت وقتی به زندانی سیاسی میرسیم، خب شرایط زندان الان به دلیل اینکه زندانیا اونقدر زیاد مثل اون وقت نیستن که مثلا تو هر زندانی چند هزار نفر، 500 نفر یا اینقدر زندانی باشه، یه شرایط ویژه‌ای اینا رو نگهداری میکنن. ولی اون وقت همه با هم بودن، یعنی یه اوائل 200 نفر، 250 نفر با همدیگه توی بند بودن تو 6 اتاق. بعد کمتر شد. من خودم سال 63 وقتی وارد زندان شدم، ما هر اتاقمون 35 نفر تا 40 نفر توش بودیم، اتاق 20 متری بود و در اونجا خب همه اینا زندانی به عنوان زندانی سیاسی بودن، بخشن بعضی از اینا تواب شده بودن و توابا قدرت داشتن، یعنی رژیم قدرت خودش رو در درون اتاقها به توابا واگذار کرده بود. یعنی اینا اومده بودن در هیرارشی قدرت در داخل زندان در اون ته بودن. خب این مشکلاتی فراهم می کردن برای دیگرا، این مشکلات حتی به کتک زدن هم بود، بودن زندانیانی که از درگیری با اینا کتک می خوردن، اینا دائما گزارش می نوشتن، اطلاع می دادن و دیگران رو به زندان، به اون بخش هایی که برای تنبیه گذاشته بودن، به بندهای تنبیهی یا به انفرادی میفرستادن. گاهی وقتا من یادم وقتی که منو از بند 3 که بند توابا هم بود بیشتر، وقتی منو بردن توی انفرادی، انقدر احساس راحتی کردم که فکر کردم آخه چه خوب شد اومدم اینجا، خودم تنها هستم و دیگه از اون خبرها نیست. تو اینکه زندانیا چه وضعیتی داشتن، خب این وضعیت داخل، بعد وضعیت داخل چیز زندان، داخل اتاق‌ها. بعد از اینکه ما 65 توابا رو جدا کردن، اصلا دیگه خیلی طبیعی شرایط ویژه بود، ولی ما همه با هم همه چی در یک حالت جمعی حل می‌شد. کارگرای بند تعیین می‌شدن، کارگرایی که مسئول روزنامه بودن تعیین می‌شدن، همه کارها با یه روالی پیش می‌رفت و این پاسدارا تعجب زده نگاه می‌کردن که چیه برنامه‌ای که می‌نوشتیم می‌زدیم به دیوار، نمی‌فهمیدن که چی هستش.
میخوندن و حالیشون نمیشد. و حتی مثلا من اینو میتونم بگم که وقتی که با یعنی بارها اینو حتی از زبان چیزا شنیدیم که میگفتن که مثلا ما یه خال موی این زندانیان سرموزه رو به 100 تا تواب نمیدیم. یعنی تواب با این که انقدر مطابق میل اینا برخورد میکردن ولی اونا باشون خیلی بد این شکلی وقتی میمادم قضاوت بکنن راجع بهشون این شکلی قضاوت میکردن. یعنی اونا هم خیلی خوششون انگار ته دلشون راضی نبودن که اینا انقدر خودشون رو میشکنن پایین میارن. ولی این که چه کارهایی، خب ما با عنوان زن مجبور بودیم که دائما مثل زنای بیرون حتی شدیدتر اونجا حجاب داشته باشیم. خب هیچ اکثر ما آدمای حتی چادر به سرم نبودیم، میبایستی قشنگ رومونو میگرفتیم. بعد هر بار که مشکلی بود تو بند چیزی خراب میشده میگفتن برادرای فنی دارن میان شما لباس حجاباتون رو حفظ بکنی. این یه مسئله حجاب بود. بعد مسئله این ترسی که همیشه، یعنی ترس که نه ولی یه حالت انزجار بود که این که این پاسدارا تو تنها هستی اونجا یه کاری بکنن، اذیت بکنن، بخوان سوء استفاده بکنن، این همیشه بود. وقتی مخصوصا آدم تنها بود یا دیر وقت آدم رو صدا می کردن برای بازجویی همیشه این حراس بود. و این که اونا هم از این موقعیت استفاده می کردن، یعنی شده زندانیانی رو که کم سن و سال بودن یا زندانیانی رو که دچار مشکل روحی روانی شده بودن به بهانه بازجویی می بردن و اونا رو مورد سوء استفاده و حتی تجاوز قرار می دادن. این که عام بود همه نه، ولی امکانات رو هم داشتن. حتی در مورد زندانیای عادی من می تونم بگم که سال یادم سال 65 اینا بند پایین اینا بودن، ما بند بالا بودیم و اینا با هم دعوا میکردن. یه خانومی بود یادمه، یه زن میونسال که همی 35 سال اینطوری چیز بود، این دعواشون شده بود، همه داد میکشیدن که مثلا باهاش دعوا میکردن که تو برو دیگه حرف نزن، تو که میری با مشتبا میخوابی. مشتبا منظورش مشتبا حلوایی معاون زندان بود. بعد اونم با افتخار میگفت حاج آقا منو صیغه کرده. یعنی اینا از این زندانیان عادی سوء استفاده جنسی میکردن، اینا رو میبردن و مورد تجاوز قرار میدادن در حقیقت. به هوای این که مثلا یا بهشون بگن که ملاقات میدیم یا زودتر آزادتون میکنیم، نمیدونم به چه بهانه این کارو میکردن. بعدش هم یه چیز دیگه هم که تو بین زندانیان عادی بود این بود که در اونجا مثل جامعه پولدار و بی پول مطرح بود، یعنی طبقات بود. کسانی که پول داشتن برای خودشون کارگر میگرفتن، یعنی اینا تمام کارهایی رو که اینا میبایستی انجام میدادن در روز، اونایی که پول نداشتن و فقیر بودن انجام میدادن به هوای اینکه مثلا این براشون یه میوه بخره یا یه پولی بهشون بده. یعنی همه این سلسله مراتب داخل زندان هم رعایت میشد. ولی تو بخش زندانیان سیاسی خوشبختانه حداقل ما که بعد یعنی مدت طولانی همش تو بندهای سرموزهی بودیم، این اختلافات اصلا مطرح نبود. بچه ها همه دو گروه های مختلف با هم دیگه کمون داشتن، پول که می اومد لازم نبود که حتما تو پول داشته باشی. افرادی بودن که اصلا ملاقات نداشتن و پول براشون نمی اومد، زندگی می کردن، لباس می اومد تقسیم می شد، یعنی تقسیم می کردن، اگه کسی لباس لازم داشت بهش میدادن. و مشکل اصلی فقط درگیری هامون با رژیم بود، با نگهبانا و با افراد بالاتری که می اومدن از مشتبه حلوایی تا قاضی مقیسه و ناصریان که می گفتن و کسان دیگه. یعنی زندگی جریان داشت در ضمن این که ما فراموش نمی کردیم که کجا ایستاده ایم، وظیفه ما چیه و چه کاره ایم و چجوری باید حرکت بکنیم. الان مثلا من خیلی میبینم
مسئله شاید خوبه، ولی اون وقت ما حاضر نبودیم این کارا رو بکنیم که مثلا تقاضا بکنیم ما رو بفرستن مرخصی. ما وقتی که مطرح میشد ما میگفتیم ما برای چی تو زندانیم، برای چی ما رو آوردین اینجا که حالا میخوایم مرخصی بدیم. یا مثلا اولا هیچ وقت تقاضای مرخصی نکردیم، فقط توابا رو مرخصی میفرستادن. بعدش هم مسئله یکی هم چون هممون جوان بودیم مریضمون کم بود، این که مثلا کسی خب بودن بچه هایی که معده‌شون شدیداً درد میکرد، مثلا یکی از بچه ها اینقدر معده‌ش درد چیز داشت حاد بود که ترش میکرد، همه دندوناش ریخت و اونجا براش دندون گذاشتن، یعنی دندونا همه ریخت، دندون مصنوعی براش گذاشتن. ولی هیچ کدوم از اینا، خب اولا که ما به خانواده ها زیاد مشکلاتمون رو مطرح نمی کردیم، گفتیم اونا به اندازه کافی خودشون رنج میبرن. بعدش هم چون جوان بودیم کتر خوردن و این چیزا هم برامون خیلی ایجاد چیز نمی کرد. بیماری ها هم همینطور، بیماری ها رو هم بین خودمون دکتر داشتیم، پرستار داشتیم، همه زندانی بودن، این طریق حل می کردیم. یعنی نمی رفت کسی بیرون برای برای معالجه برده نمی شد، یا مگر اینکه خودشون یه مورد موارد حادی باشه که ببرم. ولی برای این چیزا هم ما اعتصاب می کردیم، مثلا در رابطه با مننژیت که یک نفر مرده بود تو زندان از مننژیت، و همینطور چیز ما اعتصاب کردیم تا آزمایش مننژیت رو انجام دادن. همینطور پنوموکوک طولای تعداد زیادی دچارش شده بودن و مجبور شدیم که، یعنی ما با اعتصاب اونا رو مجبور کردیم که بیان آزمایش سل از ما بگیرن. فرخنده عزیز با سپاس، شما در صحبتتون الان به مسئله مختلف اشاره کردید. یکی از مسئله مهمی هم که ویژه زندانیان سیاسی زنه در واقع مسئله کودکانه. یعنی در خیلی از زندانیا بودن که در واقع بچه هاشون تو زندان به دنیا میمدن، مجبور شدن که از بچه هاشون تو شرط سخت زندان نگهداری کنن، یا اینکه بچه های کوچیک داشتن و ناچارن بچه ها بیرون میموندن و خودشون در داخل زندان، و هر اونم مسئول تبعات خاص خودش داشت. میخواستم که شما در این زمینه هم لطفا صحبت بکنید. البته من سال 63 بود، اردیبهشت 63، تابستون 63 منتقل شدم به اوین. قبل از اینکه من برم، یعنی در فاصله سال 60 تا 62 تعداد بچه در زندان خیلی زیاد بود. بعد وقتی خبرنگاران خارجی اومدن بچه ها رو دیدن و گزارش دادن، اینا بچه ها رو چیز کردن، بچه ها رو سپردن به خانواده ها. ولی وقتی که میتونم من در طی دورانی که خودم اونجا بودم تعداد بچه های دیدم، اول تو بندی که رفته بودیم چند تا بچه بود، یه بچه محمود بود، یه بچه پسر 3-4 ساله‌ای بود که خیلی هم عصبی شده بود. مادرش هم یه زن روستایی بی سواد بود که چون با برادرش زندگی میکرد، برادرش فرار کرده بود، این رو به عنوان گروگان آورده بودن، و این از یه روستای دور گیلان بود، کسی هم به ملاقاتش نمیومد و تنها همیشه این بچه رو، بچه در اونجا خیلی آسیب دید، عصبی می شد. یادمه که دستاشو مشت می کرد، می گفتش که اعصابم خورد شد. یعنی این احساس رو داشت. بعد بچه دیگه اومد با یه خانومی که اون وقت می گفتن در رابطه با هواپیما ربایی دستگیر شده بود، یه دختری داشت آزاده، اونم 3-4 ساله بود، مدتی آزاده هم اونجا بود. بعدن مریم اومد، امیدوارم که مریم الان صدای منو بشنوه، مادرش شهلا کوهستانی سال 67 اعدام شد، و مریم خیلی به من اخت کرد، یعنی خیلی با من جور شده بود به نحوی که همیشه میخواست بغل من باشه. بعد اینا اومدن مریم رو با من ممنوع الملاقات کردن. مریم وقتی که اومد تو بند ما 6 ماهش 9 ماهش بود، نه حرف میزد نه هیچی.
تازه هم راه افتاده بود و این پاس چیزا این گریه میکرد، میدوید طرف اتاق ما، توابا میگرفتنش، میگفتن که این اجازه نداره که بره پیش فرخونده با شرف بزنه اینا. بعد این مریم بود، بعد از اون یه خانم عراقی رو دستگیر کرده بودن، یه زن جوانی بود، یه دختر قشنگی داشت به اسم روزا با موهای طلایی که تو بند مثل پروانه ای حرکت میکرد. بعد دو تا بچه دیگه هم داشتیم، بچه های دوستای خودمون که یکی از تو زندان به دنیا اومد یا تا اوائل چیزش بود اومد زندان، کوچیک بود و تو زندان همه چی رو از دید زندان میدید. وقتی که با ملاقات پدرش رفت گفت خاله بهش، چون جز خاله ها رو نمیشناخت، ولی همه ما رو خیلی خوب میشناخت. مثلا 3 تا فرخونده تو بند بود، همه فرخونده ها رو با اول اسم کوچیک فامیلیشون میگفت، فرخونده جیم، فرخونده بعد همه اینا کسانی بود، بچه هایی بودن که آسیب فراوان دیدن داخل اون زندان. غیر از زنایی که دور برشون بودن چیزی نمی دیدن، از جامعه چیزی نمی شناختن، از با بازی، گرچه بچه ها سعی می کردن با همون لباس و پارچه و چیزایی که داشتن براشون اسباب بازی درست بکنن، ولی من یادمه که همین محمود و آزاده با سطل آشغال بازی میکردن. این سطل آشغالی که ما داشتیم وسیله بازیشون، خیلی آسیب دیدن. حتی وقتی هم که بعدها کسان رو از بچه هایی که اونجا بودن دیدیم که بزرگ شدن، چقدر از نظر روحی در حقیقت این شکنجهی بود براشون. بچه ها رو در کتاب خاطراتم که چاپ کردم، البته خب به زبان آلمانی هستش، در رابطه با این بچه ها خیلی چیز نوشتم. خیلی عالی. من اتفاقا تو ذهنم میومد وقتی شما داشتی صحبت میکردی از خاطراتون که چقدر خوبه که میدونم خیلی این کار رو کردن، ولی امیدوارم که تعداد بیشتری این کار رو بکنن که این خاطرات رو نگه دارن، یادداشت بکنن که از بین نره. یعنی اینا در واقع تاریخ ماست، بخشی از تاریخ ماست و بخشی از زندگی ماست. من سوالام هی داره زیاد میشه، برای اینکه خیلی پخش و پلا نشه باید ببینم که اول کدوم سوالو بپرسم. شما الان در صحبتتون به وضعیت زندانیان عادی هم اشاره کردید. میدونی که در بین زندانیان سیاسی خیلی شاید متداول نبوده و نیست، ولی در بین زندانیان عادی بیگاری کشیدن از زندانیا خیلی مرسومه، یعنی کار مفت یا کار در ازای دستمزدهای بسیار پایین وجود داره. میتونید در لطفاً در این زمینه هم توضیحاتی بدید؟ استفاده از کار زندانیا البته یه مسئله جهانیه که در تمام دنیا سرمایه داره از این مسئله سوء استفاده میکنه. این کارگرا رو با قیمت با دستمزد بسیار ارزان اینا رو به کار وادار میکنه. اینا مثل همه کارگرهای دیگه 8 ساعت در روز کار میکنن، ولی با وجود این، با وجودی که 8 ساعت کار میکنن، بازنشستگی ندارن، بیمه ندارن، دستمزد خیلی کمی میدن. در چیز در یکی از زمینه نوشته‌های مربوط به زندان خوندم که به اینا، به این زنایی که میبرن کار میکنن، بعد از برای یک ماه فقط 20,000 تومان میدن. یعنی این خاطرات یکی از زندانیا بود، یعنی 20,000 تومان پولی در اون جامعه محسوب نمیشه که یک ماه تمام کار بکنه. در کشورهای مختلف هم وقت هم که ما بودیم اینا یه جایی درست کرده بودن، کارگاه زندان میگفتن، و بیشتر یعنی تو بند ما کسی خب نمی رفت اونجا، ولی بخشی از توابا، بعضی از بریده ها، بعضی ها هم که خلاصه امکاناتی نداشتن و می خواستن به این طریق، بعضی ها فکر می کردن اگر برن تو کارگاه کار بکنن ممکنه عفو بخورن و اینا، ولی بودن. و در حقیقت این کارگاه ها مال سپاه بود و
با یعنی با این کار ارزان اینا میزان ارزش اضافی که تولید میکردن و سودی که از این راه میبردن، یعنی یه جور استثمار فوق‌العاده شدید زندانیان کارگر بود. در حقیقت اینا میگن صنایع زندان. حالا در بعضی از کشورها این صنایع خیلی پیچیده تر هستش، در رابطه با مثلا در آمریکا میگن بخش عمده ای از لباسهای نظامی ها در زندان تولید میشه و معمولا هم اینا میان کارگاه های زندان رو، یعنی کارگران زندانی رو به سرمایدارا میفروشند. مثلا فلان سرمایداری که میخواد یک کارگاه درست کنه یا کارخونه ای داره، میگه که من اینقدر کارگر میخوام، زندان از اینا پول بیشتری میگیره ولی یه چیز کوچولویی رو میده خود این زندانی ها که متاسفانه اینطوره، اینا کارگران زندانی هستن یا زندانیان کارگر هستن که حقوق کارگری در موردشون به اجرا در نمیاد، حتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته. ایران که اصلا هیچ. بعد میگردم به یکی از موضوعی که تو صحبتاتون توجه من رو جلب کرد. شما گفتید که تو دهه 60 در واقع کسی که حق مرخصی میخواست یا درخواست مرخصی میکرد یا حتی ملاقات حضوری اینا میکرد، در واقع فقط توابین بودن یا به نوعی کسایی بودن که به اصطلاح شکسته بودن. من میخواستم در واقع راجع به این مطلب یکم برای ما صحبت بکنید. به نظرم میاد که اون دوره، تو دوره دهه 60، زندانی ها ترکیب خاصی داشتن، یه پرنسیپا یه نکات خاصی بود که تو زمان ارزش حساب محسوب میشد، ارزش به حساب میومد. ولی الان به نظرم میاد که اصلا خیلی متفاوته، اصلا زندانی سیاسی یه طیف خیلی متفاوت تر، طیف خیلی وسیعیه که شامل در واقع فعالین سیاسی میشه، کنشگران اجتماعی، مدافعان محیط زیست، فعالین جنبش کارگری مثل سپید قلیان که الان ما میدیم با سال هاست که در واقع مدام در حال بازداشت و تعقیب و تعقیب و اینا هست، الانم که تبعیدشون کردن. میخواستم در این ترین زمینه صحبت بکنیم که این مقدار انگار تفاوت کرده، پرنسیپ های کم عوض شده. الان دیگه که حق مرخصی به عنوان یه حق کاملا مسلم زندانیا به حساب میاد، دیگه معنی شکست شدن یا مخصوص تواب و اینها رو نمیده. لطفا میخواستم در این زمینه هم یه صحبت هایی بکنیم. در دهه 60 خب معلومه زندانی ها مسئله شون فقط مسئله خود رژیم و مخالفت با اون بود، برای اینکه کلن این رژیم رو نمیخواستن. الان مسئله بیشتر مسئله تغییر سیاست هاست، یعنی مبارزه میکنه برای اینکه مثلا فرض زندانی حق داشته باشه بره وکیل داشته باشه یا بره مثلا مرخصی، یا اینکه کسی برای کمک به کارگرای به کودکان کار فعالیت میکنه. این یه فعالیت مدنی، یه فعالیت اجتماعی هستش، فعالیت سیاسی. یعنی این با کل سیستم، برای براندازی کل سیستم حرکت نمیکنه، بلکه در این سیستم میخواد تغییر. حالا ممکنه در فکر در چیز خودش با رژیم کلا مخالف باشه و در فکر این فکرم باشه، ولی کاری که میکنه اون نیست. البته در زمان ما هم بچه های کوچیک بودن، دوستای من دیدم زندانی که مثلا 13 ساله بود دستگیر شد، دانش آموز دوم مثلا سوم راهنمایی بود دستگیر شد، فقط یه اعلامیه داشت یا هوادار گروه این گروه یا اون گروه بودن. این به این دلیل هستش. در اون زمان همه اون شکلی بودن و وقتی که اومده بودن تو زندان، در حقیقت رژیم رو به عنوان دشمن مقابل خودشون می دیدن، یعنی دشمنی که باید برش داری، باید براندازی بکنی. در نتیجه فکر می کردم باید در مقابل دشمن اون شکلی وایستاد. ولی الان شرایط خب همون کارایی که در حقیقت اون دوره ما کردیم، رژیم رو
یعنی با مجبور شد که تغییراتی رو بپذیره که این تغییرات الان هست، تغییرات الان هست. خب اگر کسی، یعنی فکر میکنم که الانم تکد، مثلا این لیست زنا رو نگاه میکردم، مثلا نوشته فعال حقوق کودک، فعال اجتماعی، فعال فرهنگی، یا مثلا فعال اتحادیه‌ای، اینا با فعالی که کل سیستم رو، رژیم رو در چیز بگیری، با هم دیگه متفاوت میشه. یعنی یه رژیمی که یه کمی هم دموکرات باشه میتونه اینا رو تحمل بکنه، چنان که الان اینا تو همه کشورهای سرمایه‌داری دارن فعالیت میکنن. کسی به خاطر اینکه تو مثلا از کارگرها حمایت میکنی یا از کارگرای یا خواهان لغو اعدام میشی یا مثلا مخالف برای حقوق زنان مبارزه میکنی، کسی رو دستگیر نمیکنن. ولی در کشورهایی مثل ایران حتی هنوز به اون درجه از چیز هم نرسیدن، یعنی یا ترسشون از این هستش که میدونن که مردم، اکثریت مردم نمیخوانشون، با هر چیز کوچیکی عمل، یعنی به طور سرکوبگرانه عمل میکنن. مثلا فرض کاری که اینا با بهائی‌ها میکنن، خب بذار اونا دارن زندگی خودشونو میکنن، دین خودشون دارن، چه کار دارین که شما اینا رو هی دستگیر میکنین؟ همینطور با دراویش مثلا. ما وقت خیلی زیادی برامون نمونده. یه مسئله دیگه رو که میخواستم الان مطرح بکنم اینه که ما گاهن خیلی بخشی از زندانیای سیاسی دهه 60 الان به خارج از کشور اومدن و اینجا تو اروپا مرکزی هستش که برای خدمات، ارائه خدمات به کسایی که تو کشورهای خودشون تحت شکنجه، چه جسمی چه روحی بودن، تحت شکنجه و آزار جسمی، تجاوز و اینها. اینطور که در واقع آمار نشون میده، اغلب مردا هستن که به این مراکز مراجعه میکنن. حتی مردایی که مورد تجاوز قرار گرفتن خیلی راحت‌تر میان به این مراکز و راجع به مسائلشون صحبت میکنن. ولی میخواستم ببینم که شما با توجه به اینکه خودتونم زندانی سیاسی بودید و الان سالهاست که خارج از کشور زندگی میکنید، آیا این مراکز، مراکزی که تو اروپا هستن، راجبون اطلاعاتی دارید؟ آیا هستن زنانی هم که بتونن راحت بیان و راجب مشکلات به خصوص مسائل جنسی و واقع تجاوزاتی که بهشون شده و اینا بیان راحت روی این مرکز صحبت بکنن؟ لطفاً تو این زمینه هم تجربهتون خودتون رو در اختیار ما بذارید. اینکه به زندگی عادیشون برگردن، یعنی من تو جمع رفقای خودمون که تو همه کشورها هستن، از اروپا و آمریکا و کانادا و همه جایی که من میشناسم، به این مشکلات دچار نشدیم. یعنی اینکه یعنی اونجا برامون جا افتاده بود که ما چون دشمن هستیم اینا این کار میکنن، ما باید بیستیم در مقابلشون. در نتیجه نمی گرفتیم این چیزا رو در درون خودمون بزرگ بکنیم. وقتی که بیرونم اومدیم، یعنی این احساس رو نداشتیم که نیاز داریم به این که مورد توانبخشی روانی قرار بگیریم. به نحوی که همین الان هم گاهی وقتا ما بچه ها با هم صحبت میکنیم، مثلا من با دوستای آلمانیم که کار میکنم، تو این فضای قرنطینه چند نفرشون کارشون به دپرسیون کشید و الان میرن مرتب تراپی میکنن، ولی برای ما خیلی عادی بود چون عادت کرده بودیم این شیوه. ولی خب یه عده‌ای هم بودن، مخصوصا اونایی که یه مقداری تو زندان بریده بودند یا تبواب شده بودند، در حقیقت برخلاف خواسته درونی خودشون به این راه کشونده شده بودن، بیرون اومدن خیلی آسیب دیدن. آره، ولی احتمالاً اینجا جاهایی هست که برن، ولی خوشبختانه دوستای ما دوچار این مشکل نشدن. آره، البته یک چیزایی همیشه در آدم با آدم همراه هستش، مثل خوابهایی که آدم در رابطه با زندان میبینه. آدم خواب حتی اعدام میبینه، خواب شکنجه میبینه، خواب همه این چیزها رو میبینه. من اتفاقا تو یه مطلبی نوشتم، تو اینترنت هم هست، من زندان و خوابهایم، که اونجا یه تعدادی از این خوابهایی رو که دیدم آوردم.
دکتر فرخنده، با توجه به اینکه شما تو مسائل کارگری هم فعال هستید، میخواستم لطف کنید که یه صحبتی هم در رابطه با زندان و فعالین کارگری صحبتی بکنید، که باز هم من اشاره میکنم به سفید قلیان که در واقع الان به خاطر فعالیت های کارگریش بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته. لطفا در این از تجربیات و اطلاعات خودتون به ما بگید. گفتم که زندان یه پدیده‌ای هستش که پدیده طبقاتی، جنسیتی، قومیتی. ما اگه نگاه بکنیم زندانیا، زندان پر از مردم فقیره. مردم فقیر کیا هستن؟ یا کارگرانی هستند جزء ارتش بیکارانن که نتونستن کار پیدا بکنن، دست به دزدی زدن، شدن فعله قاچاقچیا، جنس اینو اون میرسونن، خودشون هم معتاد شدن، یا در همین رابطه دست به قتل زدن، همه این کارا، یا کارگرایی که برای حقوق خودشون مبارزه میکنن. ما کم ندیدیم کارگرایی رو که فقط به خاطر اینکه خواهان این شدن که حقوق عقب مونده شون رو بپردازن دستگیر شدن. هم در هفت تپه دیدیم، در سرچشمه دیدیم، در جاهای مختلف، در آذراب، در جاهای مختلف این رو دیدیم، و معلم ها رو که الان میبینیم، بازنشسته ها رو، یعنی کارگرانی رو که 40-30 سال کارشون رو کردن، حالا بازنشسته شدن و میخوان یه زندگی آبرومندی داشته باشن که با این حقوقا ندارن. اینا بنابراین اکثریت جامعه رو هم این گروه تشکیل میده. بنابراین رابطه خیلی عظیمی بین زندان و طبقه و مبارزه طبقاتی وجود داره. اون چه که اینا میگن، هر رژیم علت این که در مقابل مثلا خواست کارگرها برای اینکه حقوقشون رو بدن موضع میگیره، نیروهای امنیتی رو میفرسته، نیروهای انتظامی رو میفرسته، دستگیر میکنه، هی مرتب اینا رو میکشونه به زندون، اینا به این دلیله که رژیم اینا رو ممکنه یه کارگری نگه که من دارم مبارزه طبقاتی میکنم یا دارم مبارزه با سیستم میکنم، ولی در حقیقت اونا خودشون این رو مبارزه با سیستم و مبارزه با طبقه خودشون میبینن و در مقابلش حرکت میکنن. الی فرخنده، متاسفانه وقت ما به تموم شد، وقت ما به پایان رسید. خیلی ممنون، واقعا سپاسگزارم از صحبت‌های مفید و گویای خودتون و سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که بتونیم در آینده هم در خدمتتون باشیم و از صحبتاتون استفاده کنیم. منم همچنین امیدوارم که تونسته باشیم صحبتامون تا حدودی گویا باشه. بینندگان گرامی، با درود مجدد به شما، اکنون به بخش دوم و پایانی برنامه رسیدیم. همونطور که در اعلام برنامه گفتم، بخش پایانی برنامه امروز ما اختصاص داره به گفتاری از رفیق مجد عروسی درباره زنان و زندان به مناسبت بزرگداشت 8 مارس امسال. رفیق مجد در یک کمیته مستقل یادمان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 و تابستان 67 واشنگتن دی سی این برنامه را تهیه کرده. رفیق مجد از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و از فعالان یادمان زندانیان سیاسی و از جمله نویسندگان مقالات متعددی درباره موضوع زنان زندانیه که در گفتگوهای زندان منتشر شده. تا برنامه دیگر، بدرود. با سلام و درود مجدد، در این قسمت گفتگوی داریم با مجد عروسی در مورد زنان و زندان. ولی قبل از شروع برنامه، من بیوگرافی کوتاهی از ایشون میخونم. مجده عروسی در سن 19 سالگی به جرم هواداری از جریانات چپ دستگیر و به مدت 8 سال از سال 61 تا سال 69 زندان بودند. وی از سال 1996 مقیم آلمان بوده و تحصیلات دانشگاهی خود را در آن کشور به پایان رساند. نوشته های از او به زبان آلمانی و فارسی در نشریات و کتاب هایی به چاپ رسیده. مجد عروسی در برپایی گرد همایی‌های سراسری
درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران فعالیت داشته. او از اولین همکاران گفتگوهای زندان می باشد. با تشکر از مجده عرسی که در برنامه ما شرکت کردید، بفرمایید. با سلام به شما عزیزان، خوشحالم که این فرصت رو به من دادین که در خدمتتون باشم. به مسئله زنان و زندان میپردازم و اینکه زندان به بارزترین پاسخی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی تبدیل شده که در واقع گریبانگیر فقراست. این مشکلات غالبا خیلی زیرکانه زیر نام جرم پنهان میشن. یعنی بی خانمانی، بیکاری، اعتیاد و اینها تمام چند نمونه از مشکلاتی هن که با زندانی کردن افرادی که با اون دست و پنجه نرم کنن ظاهرا روی این مشکلات سرپوش گذاشته میشه. اما زندان ها مشکلی رو حل نمی کنن، بلکه انبوهی از این انسان ها رو در واقع از جامعه حذف می کنن و ناپدیدشون می کنن. و این ناپدید شدن به اصطلاح افراد حاشیه اجتماع در این حال تبدیل شده به یک تجارت بزرگ که من سعی می کنم در صحبتم بعدا به این مسئله بازگردم. بررسی وضعیت زنای زندانی نه تنها به ما کمک میکنه که ما در مورد زنا چیزایی بیاموزیم، بلکه به ما این امکان رو میده که در مورد کل سیستم بیشتر آشنا بشیم. و اگر ما این جرایم رو، ماهیت مجازات ها رو و خود دستگاه زندان رو بررسی کنیم هم خیلی چیزهایی از اونها یاد میگیریم. ابتدا میپردازم به نقش سیستم و اینکه فقر منجر به زندان میشه. فقر زنا چهره خیلی متنوعی داره. زنای بیکار، مجرد، تنفروش، زنای بیدرآمد، کم درآمد، زنای معتاد، زنایی که خشونت و سوء استفاده جنسی رو تجربه کردن، همه این زنا در شرایطی هستن که بیشتر از سایرین در معرض خطر فقر و ارتکاب جرم قرار دارن. توی این سیستم در واقع فقر خودش یک جرمه. با نگاهی به ماهیت این جرایم اگر بیاندازیم میبینیم که زنها از خشونت استفاده میکنن تا به خشونت پایان بدن. نمونش همین موارد شوهرکشی. اونها برای پایان دادن به یک کابوس مرتکب قتل میشن، مثل موارد تجاوز. اونها میکشن چون سرکوب میشن، تنها میمونن، تحقیر میشن و به هیچ وجه نمیتونن راه خودشون رو از این هزار توی زندگی آسیب دیده شده دوچارش هستن پیدا کنن. فقر مجازات رو تشدید میکنه به این معنی که اغلب فقرا هستن که به خاطر نداشتن امکان مالی نمیتونن جریمه نقدی بپردازن و سر از زندان ها در میارن. یعنی در واقع زندان مجازات مضاعف برای فقراست و زنام اغلب به خاطر اینکه زنای فقیر قادر به پرداخت اینها نیستن سر از زندان ها در میارن. بر اساس آمار که در سال 2016 منتشر شده، بیش از 700 هزار زن در سراسر جهان توی زندان ها هستن و این رقم یک سوم مردای زندانی رو در سراسر جهان تشکیل میده. و اگه ما به جرایم عادی زنا در ایران توجه کنیم، میبینیم که حمل مواد مخدر، جرایم مالی، جیببری، سرقت های کوچک در واقع جرایم زنا هستن. زنا در واقع در بیشتر موارد نه تنها بزهکار نیستن، بلکه بزهدیده شرایط اجتماعی و اقتصادی هستن و اغلب هم به خاطر در واقع همکاری و شریک جرم بودن با همسر، فرزند، پدر یا برادراشون در زندان هستن. حالا اگر ما بیایم به نقش قوانین ضد زن و سیستم پدرسالار نگاه کنیم، میبینیم در جمهوری اسلامی با اینکه قوانین به شدت ارتجاعی هستن، ولی تو همین قوانین هم علاوه بر این مجازات زنان بدتر از مردان هست. من اینجا فقط دو نمونه اشاره میکنم. یکی مسئله حکم ارتجاعی سنگسار که مردان رو تا کمر در دفع میکنن و زنا رو تا سینه که حتی امکان احتمالی فرار از این شرایط رو هم ازشون بگیرن. یا اینکه در مورد قانون ارتجاعی قصاص اگر نگاه کنین، اگر پدری فرزندش رو بکشه از قصاص معافه ولی مادر نه. تو نگاه بعدی میرسیم در واقع به جرم انگاری اعتراضات سیاسی و
موضوع زنان سیاسی در زندان. همه انگیزه های سیاسی، اعتراض به و مبارزه علیه استثمار، تبعیض، خشونت جنسی و جنسیتی، بی‌عدالتی، بی‌حقوقی، همه اینها بسیاری از زنان معترض رو، اونایی که به این موارد اعتراض دارن رو تبدیل میکنه به مجرم و با حکم‌های نجومی سر از زندان‌ها در میارن، زیر شکنجه‌های جسمی و روحی قرار میگیرن، در مواردی اعدام میشن یا سعی میشه که در بیرون از ادامه کاری اونها جلوگیری بشه. اما اونها با مقاومتی که میکنن و ادامه فعالیتی که میدن، در واقع تبدیل شدن به یکی از معضلات رژیم جمهوری اسلامی. تو دوره کنونی هم ما میبینیم که تعداد زنان زندانی سیاسی در حال افزایشه. حالا میرسیم در واقع به موضوع زندان، به خود زندان و نکته که قبلا اشاره کردم، به سودآور شدن زندان. ببینید، زندان ها در حال تبدیل شدن به منبعی برای بیگاری و کار ارزونن. اداره کارها که زمانی دست دولت ها بوده، در به طور عمده و در انحصار اونها بوده، حالا داره هی به مرور به دست شرکت های خصوصی و پیمانکارها و اینها سپرده میشه. و تو زندان های ایران هم اگه نگاه کنین، زندانی ها بسیاری از هزینه های زندگیشون رو باید الان خودشون بپردازن و تهیه و در واقع فروش این اجناس یا کارگاه هایی که زده میشه به پیمانکارها داده میشه، به پیمانکارهای خصوصی. این پیمانکارا میان مثلا یه فضایی رو توی زندان ها کرایه میکنن، یه فضای کارگاهی، نه اجاره محل میدن، نه مالیات میدن، نه هزینه آب و برق میدن و سودشون هم 50-50 با بنیاد تعاون زندان تقسیم میکنن. و این امتیازدهی به پیمانکارا برای به قول معروف حفظ امنیت سرمایه گذاری و سودآور شدن خود زندان انجام میشه. زندانیان زن اوین به خوبی، به نظر من خیلی اصطلاح جالبی برای این به کار میبرن، و اون حبس غیر انتفاعی است از این موضوع. و یه زن زندانی در اوین میگه که من در بیرون از زندان با اجاره خونه و حداقل زندگیم 1,500,000 تومان ماهانه خرجم بود و در زندان الان باید 1,000,000 تومان خرج کنم. مسئله بعدی بیگاریه. اینا مثلا تو زندان قرچک زنها از صبح تا 12 شب برای پرسنل کار میکنن، غذا میپزن، ظرف و ظروفشون رو میشورن و کلی از این کارهایی که در واقع به عهده اونها نباید باشه، و در مقابل یه دستمزد بسیار ناچیزی میگیرن و یا حق تماس تلفنی بیشتر با خانوادهشون. همه زندانی ها هم اذعان دارن که اجناس فروشگاه تا 40% گرونتر از بیرون در اختیارشون قرار میگیره. مورد بعدی رایکاریه، که در ادبیات زندان رایکار به کسی میگن که برای کارگاه زندان کار میکنه و در ازاش فقط یه امتیازاتی میگیره، یعنی هیچ حقوق حداقلی هم که داده میشه اصلا پرداخت نمیشه به اونها. در ازای مثلا ماهی یه بار ملاقات حضوری، تماس مثلا بیشتر از 10 دقیقه تماس تلفنی، یا حق تردد توی کوریدور و اینها، از اینها در واقع بیگاری کشیده میشه. مورد بعدی مسئله کودکانه، که مسئله موزل زندان زنانه. بسیاری از زنانی که دستگیر میشن باردار هستن و مجبور میشن بچه هاشون رو به بهزیستی بسپارن، یا اونایی که بچه هاشون پیششونن مجبور میشن به خاطر تامین معیشت خودشون و بچهشون، و بعضا اونایی که فقیرن حتی برای خانوادهشون بیرون پول بفرستن، مجبورن کار کنن و تن به بیگاری و کار ارزان و یا مجانی بدن. ولی حالا ببینیم وضعیت زندانیان زن سیاسی چجوریه. ببینیم زندان به طور کلی، زنایی که تو زندانن 3 تا مجازات رو تجربه میکنن، ولی زنان زندانی سیاسی 4 مجازات رو تجربه میکنن. مجازات سگانه شامل مجازات اجتماعی، شخصی و واقعیه. مجازات اجتماعی منظورم اینه که مثلا زنی که به اصطلاح منحرف شده خیلی بیشتر از یک مرد توی جامعه در واقع مطرود میشه و ترد میشه. مجازات شخصی منظورم اینه که
وقتی یه زن دستگیر میشه وضعیت خانوادگی، مناسباتش، روابطش کاملا از هم میپاشه. در صورتی که اگه یه مرد زندان باشه اغلب زنها این کار رو به خوبی انجام میدن و مردها خیلی مواقع حتی به ملاقات این زنها نمیان و این باعث انزوای بیشتر این زنها میشه. مورد سوم تحمل خود زندانه که در بسیاری موارد شرایط زندان برای زنها خیلی خیلی سختگیرانه تر از مرد. اما عنصر چهارم که ازش حرف زدم در مورد زندانیان سیاسی اینه که میتونیم اینجوری توصیفش کنیم که یعنی اون نفس ستیزه جویی، اون جسارت و جرأت حضور یافتن تو میدونی که به طور سنتی مخصوص مردها بوده و هست و حالا زنها تو این عرصه قد علم میکنن و باجوها همیشه به این چشم زنان زندانی سیاسی نگاه میکنن. سالهای اخیر ما میبینیم که زنهای زندانی سیاسی خیلی گزارشاتی دادن و یه مقدار راجع به زندان نوشتن که من سعی میکنم اینجا نمونه‌وار چند نمونه رو براتون جمع‌بندی کنم. ببینید زنان زندانی سیاسی علاوه بر شکنجه و آزار جسمی مورد شکنجه های سفید یا همون شکنجه های غیر فیزیکی قرار میگیرن. سلول انفرادی طولانی برای اعتراف گیری یا قول همکاری با وزارت اطلاعات، تست بکارت، تجاوز یا تعرضات جنسی و تهدیدهای جنسی، قول آزادی یا کم کردن حکم در صورت همخوابگی با بازجو، تحت فشار قرار دادن زندانی برای گرفتن اعترافات ساختگی برای اینکه مثلا اونا اقرار کنن یا اعتراف کنن به شکل ساختگی که با افراد خاصی رابطه جنسی داشتن، نگهداری در شرایط و سلول‌های بسیار آلوده مثل توالت‌ها، آزار و اذیت خانواده‌هاشون و حتی تهدید به مرگشون و خیلی موارد دیگه که میتونیم نام ببریم. ولی هرچند که زندان‌ها مکانی برای شکستن صدای زندانیان سیاسی و منزوی کردن اونهاست، اما این صداها با مقاومتی که اونا میکنن به گوش ما میرسه و من اینجا اجازه میخوام که فقط چند نمونه از مقاومت این زنان نام ببرم. از مقاومت زینب جلالیان، پریسا رفیعی، آتنا دایمی، گلرخ ایرایی، نرگس محمدی، سمیه نوروزی، سپیده قلیان و مریم اکبری منفرد و بسیاری دیگه ای که الان متاسفانه زمانش نیست. باید در این حال از به نظر من از تجربه زندانیان و مبارزان زن کرد، مصری، فلسطینی و ترک بیاموزیم که به ما میگن ما باید از خواهرانمون در مقاومتی که میکنن، از صدای مخالفین، از انقلابیون و زندانیان سیاسی دفاع کنیم. نکته بعدی که بهش میپردازم مسئله نژاد پرستیه. ببینید مطمئنم بدون درگیر شدن با ساختار نژادپرستی در مورد ایران، ما مثال افغانها رو داریم، ما حتی نمیتونیم به فکر این باشیم که مسئله زندان زنان رو بررسی کنیم. افغانها نمونه بارز نژادپرستی نظاممند حکومتی هستند که توسط قانون اعمال میشه و البته متاسفانه این نژادپرستی از طرف جامعه هم اعمال میشه. ولی این تبعیض نژادی با وضع قوانین در واقع امکان حداقل زندگی رو از اونا میگیره و هیچ دسترسی به خدمات عمومی هم همچنین از اونا گرفته میشه. حالا اگر اینها در این شرایط مرتکب جرمی بشن و دستگیر بشن و اگر قرار باشه اینا به قید کفالت یا وثیقه آزاد بشن، اصلا کسی نیست که برای اینا ضمانتی بکنه، کسی نیست که پیگیری اینا رو بکنه و اینها در زندان‌ها میمونن و فراموش میشن. موارد این تبعیض‌ها خیلی زیاده، میتونیم در مورد کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها اسم ببریم و یا حتی مسئله اقلیت‌های مذهبی که مورد سرکوب واقع میشن که خود این موضوع میتونه اصلا موضوع یه پژوهش مستقل باشه. ولی اما در مورد نژادپرستی میتونیم بگیم که در یک کلام زندان‌ها تبلور مادی نژادپرستی هم هست. نکته آخری که بهش اشاره میکنم مسئله همجنس گرایان و ترانسجندرهای داخل ایران هستش و اینی که یکی از موارد بارز تبعیض و سرکوب چه از جانب حکومت و متاسفانه چه از جانب جامعه در مورد اینا اعمال میشه. اما از طرف حکومت از آزار و اذیت، زندان و شکنجه بگیر تا اعدام همجنس گرایان و دگرباشان جنسی، ما باهاش در ایران متاسفانه روبرو هستیم.
در آخر سعی میکنم صحبتم رو اینجوری جمع بندی کنم که زندان به عنوان یک نهاد سرکوبگر با ساختار مردسالارانه و جنسیتی هدایت شده و سازماندهی شده و میشه. امروز با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در سراسر جهان روبرو هستیم و با یه افزایشی در واقع، و نه فقط زندانیان سیاسی بلکه به همون دلایلی که گفتم با کلن با زندانیان زن در سراسر جهان، و ما باید یه توجه ویژه به وضعیت زنان در سطح جهان و به خصوص ایران داشته باشیم. ما باید ریشه های این سرکوب رو و بشناسیم و به خصوص سعی کنیم که راه مبارزه با اون رو گسترش بدیم. و نکته آخری که باید بهش اشاره کنم مسئله کرونا است. ببینید الان ویروس کرونا یک فرصتی به حکومت‌های سرکوبگر داده تا اون رو وسیله قرار بدن برای مقابله با آسیب پذیرترین افراد جامعه، و زنان جز به این، زنان زندانی جز به این قسمت از جامعه هستند. و بدیهیه که زندانیان سیاسی که به عنوان دشمنان این رژیم های سرکوبگر هستند تلقی میشن، آدم یه سیاست عمدی تو این مورد میبینه، مثل قرار دادن اونها در کنار بیمارهای کرونایی یا عدم رسیدگی به وضعیتشون. بنابراین باید خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی در دستور کار همه قرار بگیره. اگر به تمام مواردی که اشاره کردم اینجا به طور خلاصه بار نگاه کنیم، روشن میشه که چرا ما میخوایم در جامعه‌ای بدون کیفر و بدون زندان زندگی.